اگر من بخوام به شما سلام بکنم، قدر و منزلتی برای سلام خودم نمیبینم. ای کاش که خدا به ما سلام بکنه. سلام اوست که آدمو مست میکنه. اگر اون یه سلامی بکنه نمیدون چه خبر میشه. بگم سلامون علی قمشه ای فی العالمین، مثل این که برای نوح گفتن. این بزرگترین هدیه است، چیزی برتر از یک سلام نیست. البته سلام خداوندم سین و لام و الف و میم نیست. سلام خداوند ناگهان به صورت یه حوری پری جلو چشم آدم ظاهر میشه. شاید حوا سلام خداوند بود به آدم. حقیقتا همینطور بود. حوا وجودش سلام اصلا، یعنی برای امنیت خاطر و سکون و آرامش خلق شده، هم برای خودش هم برای زوجش. بنابراین اگر که او به ما سلام کرد ما مست میشیم، اون وقت میتونیم بگیم که مستی سلامت میکند، پنهان پیامت میکند، آن کو دلش را برده ای جان را غلامت میکند. اگر تلخ است اگر شیرین، چه شیرین است بیخیشی. کله یابی نجویی سر، چه شیرین است بیخیشی. آدم بیاد کلاشو ببینه که هست یا نمیده سرش نیست. این سر ماست که همه مشکلات رو تولید کرده. سرها با هم دعوا دارن، دلها که با هم دعوا ندارن. تمام نزاها مال سر، کنفرانس سران میذارن برای اینکه سران همشون. اگه کنفرانس دلان بذارن با هم فوراً صلح میکنن و خوب میشه اوضاع. با این سلام ما اون شجاعت رو پیدا میکنیم که اولا گردن غمو بزنیم. بزرگترین دشمن ما غمه، شیطان هم همون غمه. شیطان غم، هر آنچه توانت بگو بکن، من بردم به باد فروشان پناه از او. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی پناه بر خدا از شر شیطان رجیم، از غم و غصه این عالم، از این عقل معاش. ز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید، گرت آسودگی باید برو مجنون شو ای عاقل. اگه خیلی عاقلی برو مجنون شو. این بسم الله همه برکاتی که ما در دنیا و آخرت طالب باشیم درش هست. و من در حضور کسانی ایستادم که با چهره خندان و نگاه‌های مهربانشون معنی نام خدا رو مجسم میکنن. چون نام خدا هم باز الله و الف و لام و اینا که نیست. یه عزیزی اخیراً نام‌های خدا رو در همین آلمان در اتریش انشالله که چاپ بکنه، خیلی تحقیق جامع و کاملی کرده درباره نام‌های خداوند و اینها رو یکی یکی معنی کرده. بعد ظرافت فرق معانی رو گفته که مثلا عزیز به معنای مقتدر چه فرقی میکنه با قادر، و جواد فرض کنید با سخی چه فرقی میکنه، و جبار دقیقاً به چه معناست. دیشب در خدمت ایشون بودیم ولی بحث کشیده شد به اینجا که خیلی خوب، حالا اینا اسم مسما کو، مسما رو ما پیدا بکنیم. اسم علیم و اسم فتاح و اینا اسم الاسمه، اسم کو. اسامی خداوند که حروف نیستن، اینا اسم اسامی خداونده. اسامی خداوند موجودات هم، درخت یه اسم خداست، شما خودتون یه اسم خدا هستین، هر آدمی یک اسمی از اسماء خداست. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اسماء خداوند پر کرده تمام
رکن تمام کائنات رو پر کرده. پس مسلمن ف و ت و الف و ه فتاح نیست که ما بگیم یا فتاح. البته اسم رو آدم میبره برای اینکه یاد مسما بیفته. یاد مسما که افتاد باید حرکت بکنه به طرف اون مسما. اما خیلی اوقات آدم ها فقط اسم تکرار میکنن. از چه راهی میتونیم به فتاح برسیم؟ از راه گشایندگی. اگر تو یک مشکلی رو باز کردی، گشایشی ایجاد کردی برای کسی، اون وقت گفتی یا فتاح، مظهر اون فتاح میشی، اون وقت ذاکر میشی به اسم فتاح. همینطور رحمان و رحیم که مهمترین دو وصف خداوند همین رحمان و رحیمه. چقدر اسم خوبی گذاشتن اروپایی ها برای خدا، گاد یا گوت، یعنی خوب. خدا یعنی خوب، یعنی اونی که از اون خوبتر دیگه نیست. خوبه، خوبه، خوب. رحمان و رحیم، الله یعنی اونی که رحمت هم هیچ چیزی، هیچ خوبی بالاتر از رحمت، رحمت عام و خاص نیست. بنابراین انشالله که ما از اسم بگذریم، اسم کم جو رو، مسما رو بجو. مه به بالا دان نه اندر آب جو. از این اسم ها بگذریم، کلماتمون رو منتهی بکنیم به یه معانی. بیشتر اوقات در همون اسم ها انسان متوقف میشه. که قربان شما، قربان شما یعنی قاف و ر و الف و ب و ن، هیچی دیگه معنی نداره. ولی قربان شما که معنی داره این است که من آرزوی خودم رو فدای آرزوی تو میکنم. تو چی دلت میخواد؟ من خودم رو قربان تو میکنم. این معنیش قربان شما. من برات آرزوی سعادت میکنم این چی؟ یعنی الف و ر و ز و ی و این چیزا. اما واقعیتش چیه؟ واقعیتش اینه که من تلاش میکنم. چون مگه میشدم آرزو بکنی هیچ کاری هم نکنه؟ من آرزو میکنم برای شما، ما خودتون برید هر کار خواستین بکنین بکنین، ولی من آرزو میکنم که شما موفق. نه، من کمکم میکنم. من چون آرزو میکنم، چون در دلم این شوق هست که تو به سعادت برسی، منم کمک میکنم. من کجا قسمت شما بکنم؟ بنابراین ما داستان رحمت و خوبی و برکت رو امشب تعریف بکنیم. موضوع صحبت ما موضوعی است که یک اقیانوس در حقیقت، هنر و حکمت داستان سرایی در ادب پارسی. خب این سخنرانی رو من با یک خورده محدودیت اول بار در انگلیس در یک آکادمی تحت عنوان The Art and Wisdom of Storytelling in Rumi در مثنوی محدودش کردیم. 10 جلسه شد. حالا اگر بخوایم در کل ادبیات فارسی هنر و حکمت داستان سرایی رو سیری بکنیم، این چه خبر میشه؟ یک کتابی هست به نام The Ocean of Stories، اقیانوس داستان. بیشتر اینها داستانهای ایرانی. بخش مهم ادبیات جهان داستان اصلا. قبل از ادبیات سرچشمه ادبیات کتب آسمانی، اونا هم قصه است. قرآن پر از داستان هاست. شیرین حکایت های قرآن خوان که دانی رسم و ره عشق و طریق انبیا رو. چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. هست قرآن، قرآن حال های انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. با یوسف آشنا میشی، با ابراهیم آشنا میشی، با نوح آشنا میشی. بعدن هم اینا هم شخصیت تاریخی در نظر نگیر که مثلا تحقیق کنی ببینی نوح مثلا در قله آرارات مثلا کشتیش اومده پایین کجا بوده. نه، نوح خودتی. همین الان هم طوفان نوح هست، کشتی هم هست. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. همین الان هم تو چو یوسفی، ولیکن به درون نظر نداری. مقام ابراهیم رو باید پیدا کنی. بعضی فکر میکنن وقت میرن مکه یه جایی هست، میگن اینجا واسه نمازی بخونیم، اینجا مقام ابراهیم.
اولا از کجا مسلمه که ابراهیم درست تو این نقطه واسطه باشه؟ خیلی مشکل آدم بتونه مسلم بکنه. حالا گیریم مسلم شد که همینجا واسطه بود، چه برکتی به من میرسه؟ ابراهیم اون اینجا واسطه بوده، من باید در مقام ابراهیم واقع بشم، وگرنه اون جای ابراهیم که اهمیتی نداره. ممکنه ابراهیم بره اون طرف یه شقی بیاد اونجا واسه. مقام ابراهیم چیه؟ مقام ابراهیم اینه که انی لا احب الافلین، من اینا که افول میکنن دوست ندارم. هر وقت به این مقام رسیدی اونجا میشه مقام ابراهیم. دو رکعت نماز بخون. نوح، ابراهیم، یوسف، یونس، هر وقت که از زیر بار مسئولیتت فرار کردی، گرفتار ظلمات عالم شدی، یه ماهی خوردت، یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت اون قانون هنوزم هست، هر کسی که خداوند بهش گفت تو باید بری این کارو بکنی، ترسید. گفت نکنه اونجا انبیا رو عره میکنن، ما نریم اونجا. آمد سوار شد در کشتی، کشتی هم یه ماهی اونجا قرعه کشیدن و اینها، و بلعیدش رفت در شکم ماهی، و در اونجا در ظلمات بحر و نادا ربهو فی ظلمات البحر، اونجا پروردگارش صدا کرد. ما هممون میفتیم اونجا در ظلمت. از ظلمت از کجا اومده؟ از اینکه فرار کردی از مسئولیتت. هر غمی بر انسان میاد مال اینکه مسئولیتش انجام نداده، و شادی تنها راه رسیدن به شادی این است که انسان وظیفه‌شو انجام بده. هر کس شب که میخواد بخوابه به خودش بگه که من وظیفه خودم رو تا اونجایی که در توانم بوده و وظیفه‌م بوده و میشناختم که اینه وظیفه‌م، انجام دادم، قصور نکردم، خطا نکردم، ظلم نکردم، این آدم شاده. چه سختی برش پیش بیاد، چه راحتی پیش بیاد، این آدم شاده. برای اینکه شادی پاداش انجام وظیفه است. شادی اصلا به کسی نمیدن. بعضی خیال میکنن اصلا برن دنبال شادی، شادی فرار میکنه. شکار شادی، این نتانیل هوتورن یه شعری داره، شاعر آمریکایی، به نام شکار شادی، میگه مردم این دنبال شکار میدونن و به دستم نمیارن، تا آخر عمرم به دست نمیارن. تو ولش کن شادی رو، تو بگو من به شادی چیکار دارم؟ من میخوام وظیفه‌مو انجام بدم. وظیفه‌ای که انجام دادی، شادی خودش میاد پیشت، نازت هم میکشه، به طوری که تو بگی که مرا از شوق لطف اوز شادی آر میآید. شادی برات اهمیتش از دست میده، چیزی برتر از شادی پیدا میکنی. نخوانم مروه را شادی که از شادی گذشته است او، مرا از شوق لطف اوز شادی آر میآید. قرآن داستانه، بخش عمده ای از قرآن تمثیلات هم داستانهای کوتاهه. بخش عمده ای از تورات و انجیل داستانه، بخونید تورات و انجیل رو، جزء کتابهای قابل مطالعه بذاریم. عجبا که ما نمیخونیم، فکر میکنیم که به هر حال چون قرآن اتم و اکمل کتب آسمانیست که هست البته، ولی اونا رو هم بخونی چیزها یاد میگیره آدم، لطایف یاد میگیره، نکته ها میفهمه. این نیایش های حضرت داوود، مزامیر حضرت داوود رو مولانا غرق اونا بوده، میخونده، میگه که لباب قصه بمانده است و گفت ممکن نی. میگه من اون اصل مطلب رو نگفتم، نمیتونم هم حرف بزنم، باید کوتاهش کنم. بعد برای این که بگه که فکر نکنی که کوتاهی یعنی که کم میدونه، کوتاهی ممکنه اقیانوس باشه تا همون کوتاهی. میگه نگر به دانش داوود و کوتاهی زبور. نگاه کن ببین داوود چه دانشی داشته، وقت زبورش چند صفحه بیشتر نیست. پس میشه که آدم لب به لباب رو بگه، بخونه اونا رو. کتاب آسمانی، sacred books، کتاب های مقدس جهان، خیلی زیاد نیست. مثلا کتاب گیتا، اونم یه داستانه، داستان یک جنگه. مهابهاراتا مجموعه داستانه. اینا رو باید خوند، داستانها رو از کتب آسمانی شروع بکنیم که سرچشمه است، بعد بیاین تو ادبیات دنبال بکنیم، قصه های خوب رو بخونید. هرچی البته قصه خوبم تعریف داره،
نظامی به پسرش که نصیحت میکنه ای 14 سال قرة العین بالغ نظر علوم کونه، آن وقت که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، اکنون که چو سرو سر کشیدی، حالا دیگه 14 سالت شده، دیگه نمیتونی بگی که من پسر نظامیم، باید خودت کسی باشی، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. بعد میگه که آن شغل طلب، اینقدر این نصایح قشنگه، اینا رو بخونین، هر دفعه یه بیتشو بزنین به دیوار اتاقتون قاب بکنین، حالا با خط بعدم بنویسین اشکال نداره، خطتون هم خوب میشه باشه باشه، بنویسین به دیوار که میگه آن شغل طلب ز روی حالت، کس کرده نباشدت خجالت. یه شغل انتخاب کن که شب که میخوای بخوابی شرمنده نباشی، اینم کارتو داری میکنی آقا، اینم کارتو داری میکنی، خیرت به کی میرسه اگه این کارو نکنی چی میشه. آن شغل طلب ز روی حالت، کس کرده نباشدت خجالت. آنجا که فسانه سگالی، از یاد خدا مباش خالی. جان هر قصه یاد خداست، اگر یاد خدا درش نباشه اون قصه یخ میکنه. بوی خداست که جان انسان رو به وجد میاره. هر کجا بوی خدا میآید، خلق بین بی سر و پا میآید. مردم شیفته خدا هستن. هر کس که سخنش بوی خدا بده، نقاشیش بوی خدا بده، چهره خودش بوی خدا بده، چون در دلش آمده، وقتی در دل شما اون معنی عظیم آمد، فکر نکنید چهرهتون هم چهره قبلی میشه، یه چهره دیگه میشه، زیباتر میشه، محبوبتر میشه، جذابتر میشه. اون کسی که نیتی کرده که من میخوام به اون برسم، من مقصود و معشوق من تویی، یا غایت آمال العارفین، تو کجایی تا شبم من چاکرت اینه انت. جان دعای کمیل چیه؟ اینه انت، تو کجایی؟ اگر کسی این تو کجایی تو دلش آمد، قیافش زیبا میشه، هر کی باشه هضم میکنه آدم، راه رفتنش فرق میکنه. آدمی که داره به طرف خدا حرکت میکنه خیلی فرق میکنه با آدمی که داره به طرف دنیا حرکت میکنه. راه رفتنش فرق میکنه، حرف زدنش فرق میکنه، شعر گفتنش فرق میکنه، نقاشیش فرق میکنه. اون معنی باید در دل هنرمند بیاد. تا اون معنی نیومده اولا شادی خبری نیست، هنرمند حرفی بر گفتن نداره. اگر طراحی در عالم نمیبینه هنرمند و دل شیفته اون جمال نیست، اصلا برای چی فصاحت خلق بشه؟ برای چی زیبایی خلق بشه؟ هارمونی از کجا خلق میشه؟ تمام به عشق اونه، تمام زیبایی ها به عشق او تولید میشه. و من احسن و قولا ممن دعا الله، کی خوش گفتارتر از اون کسیست که مردم رو به خدا دعوت میکنه؟ اگر میبینی سعدی عزیزه، برای اینکه به خدا دعوت میکنه، برای اینکه میگه که من نامتن در دهن پیر و جوان اندازم، من اسم تو به همه میگم. ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید، خم ابرو که تو داری به همه کس بنمایم. ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید. خود خنک آن روز که در پای تو جان اندازم، خلق عقل در دمدمه خلق جهان اندازم. نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، چون سعدی رو هم عالم میخونه هم جاهل میخونه، آدم معمولی هم میخونه. نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم، نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. پس جان قصه یاد خداست، نام خداست، حضور خداست. اگر یه قصه با این شروع نشه، چرا میگن قصه ها یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود؟ اول داستان اینه. اگه تو این داستان این نیست، اگر که داستان اولش این نیست، دیگه داستان نیست. بعضی اخیرا حس میکنم مثلا میگن روزی بود روزگاری بود، نه اینو بگین اولش. این به اصطلاح دستور اینه که این داستان بر طبق این داره نوشته میشه که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. بعد ما حالا یه پادشاهی بود، حالا بعدش قبلا نمیتونی بگی که اصلا از کجا پادشاه از کجا اومد، باید اول داستان اونو بگی. اون یکی که واحد بلا عدد، یکیست که صد هزار هزار جلوه داره، اون یکی عاشق خودش شد. داستان اینه خلاصه، کل داستان هستی اینه که اون یکی عاشق خودش شد. چرا؟ به این خودشو میدید، بصیر بود، میدید خودشو. خب پس بنابراین خودش شد مجنون، خودشم شد لیلی، چی بهتر از این؟
بنابراین عالم رو از شوق این عشق آفریده. عالم طفیل هستی عشقند، آدمی و پری. ارادتی بنما تا سعادتی ببری. پس چون عالم به خاطر عشق آفریده شده، بقیهش هم همه شونات عشق دیگه. عالم از فیضان عشق و شادی و هیجان عشق تولید شده. از نیست سوی هستی ما را که کشد خنده. خداوند وقتی خودشو دیده یه لبخندی زده، 100,000 فرشته از اون لبخند تولید شد. فکر نکنید که لبخند تولید نمیکنه. شما یه لبخند بزنید میبینید که 1,000 تا فرشته در یه دلی تولید میشه. غماش میره، قصه‌اش میره، در لبخند میتونه خالق باشه. فکر نکنید لبخند چیز کمیه. پس اصل داستان یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبوده. بعدش دیگه بقیه داستان ها توی این داستان جا میگیرن. اروپایی ها میگن فریم استوری، یه داستان اصلیه که بعد توی اون داستان دیگه میذارن. مثلا داستان شهرزاد در 1001 شب. شهرزاد در حقیقت با این داستان ها کیمیاگری کرده. داستان اصلی داستان شهرزاده، داستان شهرزاده که اومده خودشو فدا کرده، گفته که چرا هر روز یه دختری رو میکشم، منو بکشم. اون کسی که میگه که منو و همه گناه ها رو میذاریم گردن من. یه دوستی میگفتش که دعاش دائما بود که خدایا هر چی که گناه هست بذار رو دوش من. گفتن آخه این چه دعایی تو میکنی؟ نمیترسی همچه دعایی میکنی؟ یه اومدیم و گذاشت. اومدیم و خداوند گفتش خیلی خوب، من هر چی گناه تو تمام دنیا بوده میذارم رو دوش تو. ما چیکار میکنی؟ گفت هیچی، میگم که خدایا پس همه گناه رو گذاشت دوش من، پس بقیه رو فعلا بفرست بهش تا بعد من صحبت. همه رو که فرستدن بهش، بعد میگم حالا خدایا نگاه کن ببین منم و تو، تو ببین میارزه به خاطر من هیچ کاره این همه تأسیسات و جهنم و ملک عذاب، ما رو هم ببخش که دیگه خلاصمون راحت بشه. خیلی خوبه که آدم بگه که بارا رو بزنید رو دوش من. نمیذارن، نمیذارن. شما فکر نکنید کارد بر حلقش نیارد جب کردگار. وقتی که تو اسماعیل وار سرتو گذاشتی بود میخوای ببری بیاد سر من، نمیبرن که، نگران نباش. قربانی میکنن یه چیزی دیگر رو میارن. پس شهرزاد خودش قربانی کرد، گفتش که باشه من میرم خودم رو در خطر میندازم، در آتش میندازم، منتها تدبیری اندیشی. گفتش که خوبه که من این پادشاه رو آدمش بکنم، آدمش بکنم. اگر شهرزاد تجسم حواست، حوا میتونه همه رو آدم بکنه، کما اینکه اون آدم هم پیدا شد اول. من یه وقتی گفتم به خانم‌ها که اگر شما حوا بشین ما همه آدم میشیم. چرا؟ برای اینکه آدم عاشق حواست، منتها اون حوا نیست دیگه، آدم نگاه میکنه حوا نیست، یه چیز دیگه شده. اون وقت به همین جهت مشکلات تولید میشه. اگر او برگرده به عالم سلام، به اون رسالتی که خداوند در وجودش گذاشته، ما همه ما آدم میشیم، مثلا به اصلاح میشن. شهرزاد شروع کرد قصه گفتن، قصه اول، قصه دوم، همینطور به تدریج اینو پختش و از کوره این قصه ها و هیجاناتی که تو این قصه ها یکی پس از دیگری بود، آخر داستان چی میگه اون پادشاه؟ میگه شهرزاد طرف حکایت ها کردی و من آدم کردی. از یک پادشاه صفاک بیره یک آدم مهربون تولید کرد داد بیرون. یه فیلمی بود که گربه ها و موش ها پیشرفت کردن در علوم و صنایع و یه دستگاه اختراع کرده بودن که گربه ها فهمیده بودن که موش ها یه دستگاه خیلی عجیبی اختراع کردن که به ضررشون، و خیلی تلاش کردن که اینو به دست بیارن، نتونستن. این دستگاه این بود که از این ور گربه ها رو مینداختن تو، گربه ها که هر کدوم میپریدن عقب موش ها، از اون ور گربه های مهربون و خیلی دوست و اینا می اومدن بیرون. خیلی موشا دستگاه اختراع کردن که گربه های مهربون و اینکه چیزی مزاحم موش نشه از این تولید میکرد. این گذشته تو همین دستگاه شهرزاد پادشاه رو از اون ور مهربون داده بیرون. پس یک فریم استوری هست، یک داستان اصلی هست که اون داستان خداست. داستان اون یکیست که زیاد شد، اون یکیست که متکثر شد، اون یکیست که حالا هزار میگن داستان جلالیست که جمال برش غلبه کرد. داستان جلال و جمال خداونده، داستان اعیان ثابت هست، داستان عرض شود که وصال و
فراغ، داستان وحدت و کثرت. این یه داستان خلاصه، داستان یک و بسیار، یکی بود یکی نبود، یه یکی بود، یکی بود که یکی بود فقط، بسیار هم نبود، ولی این یک ناگهان بسیار شد و این همه عکس خوش و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است، بازم یکی ها، ولی همش همون یکی. این همه عکس خوش و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. اون وقت بقیه داستان ها باید ببینیم کجا این قرار میگیره. بعضی داستان ها ماجرای تبدیل یک به بسیار رو بیان میکنه، بعضی داستان ها بقیه داستان تعریف میکنه تبدیل بسیار به یک، چون نمایشنامه هستی دو تا پرده داره. پرده اول تبدیل یک به بسیار که میبینیم چه بسیاری شده که ذره ذره هر چی خوردش بکنه بازم خورد میشه. گفتن اتم دیگه، مثلا اتم یعنی غیر قابل تجزیه، ولی اتم هم ساب اتمیک پارتیکل دارن، هر چی باز بری جلوتر بازم خورد میشه تا بی نهایت دیتیل داره عالم، یعنی کثرت بی انتهاست. اما در این حال از همین کثرت بی انتها علت دوام قافله در قافله میرن به طرف وحدت. ما الان اومدیم اینجا، میلیاردها سلول شده آقای قمشه‌ای، یک نفره، شما هم یه نفری، یک نفرین، تکثرتون و میلیاردها بودنتون اصلا لطمه نمیزنه که منم. شما دوتا نمیشین، دهتا نمیشین، صدتا نمیشین، صد هزار آرزو هم داشته باشین باز خودتون. این وحدت از کجا اومد؟ معلوم میشه که این از اون واحد که اومده بود تو این کثیر یه چیزی گذاشتن که دو مرتبه برگرده، یه کمندی گذاشتن، یه بوی رایحه‌ای گذاشتن به بوی دردی کوریخ بر خاک، برآمد آدمی تا شد بر افلاک. آدمیزاد به بوی خوش او، من به بوی خوش آن سر و خرامان بروم. ما داریم هم تو بو میکنیم که اون از این بره، یه خود میریم این طرف تر، میریم جلوتر، میریم جلوتر. علم، دانش، هنر، تمام اینها حرکت به طرف وحدته. دانش یعنی چی؟ یعنی این متکثرات رو واحدش کن، یه قانون در بیار توش، چند تا قانوناش هم یه قانون بکن بازن. هنر رو بیار، این رنگای متکثر رو طوری بزن که با همه پیچ و خمها من بگم این یک تابلوه و یه حرف داره. این موسیقی رو هم این همه نوتا که میزنی یه طوری نزن که اگه بنده بشینم اونجا که متکثرم بزنم یه بچه‌ای رو بشونم میگن آقا بزن هر جاش خواستی بزن، موسیقی نمیشه. اما چرا اون کسی که هنرمند یه موزارتی میشینه پشت ویالون، پشت پیانو، اون برای اینکه واحده، به یه چیز واحد رسیده، بعد این متکثرات رو طوری تنظیم میکنه که این تکثرات بتونه شما رو ببره به واحد. هنر اصلا اینه، هنر این است که من کثرتی بیافرینم که دعوت بکنه به واحد، دامی پهن کنم که تو رو گرفتارت بکنم ببرم توش واحد. هر قصه ای بنابراین یه بخشی از اینه، یا اون قسمت واحد به کثیر، یا بازگشت. بازگشت رو این بهش میگن معراج. پرده دومش معراجه که من دارم از کثیر یواش یواش واحد میشم. و سلام.